دکتر مجید، آیا صدای ما رو میشنوین شما؟ بفرمایید، خواهش میکنم. الو، سلام علیکم. سلام، قربان شما، بفرمایید. خسته نباشید. صدای من میاد؟ بله بله، صدای شما خیلی خوب میاد. منتظر هستیم تا صحبتاتون رو بفرمایید. با سلام خدمت شما و دفتران همکاران تلویزیون سیمای آزادی، که به حق صدای حق مردم ایرانه و تو این روزهای سخت همیشه این بوده که درد مردم ایرانو بیان کرده برای دنیا. اول یه مقدار من الان حالت به اصطلاح اون احساساتی خودم دارم، خیلی ناراحتم از این مسئله که به اصطلاح به وجود اومده تو ایران. سلام خدمت شما عرض کردم، سلام خدمت تمام مردم ایران توی ایران و کانونای شورشی. امیدوارم که مردم ایران، البته خیلی صحبت ها شده در رابطه با کرونا، متخصصین شما آوردین صحبت کردن و همه مردمی که اومدن خیلی واضح صحبت یعنی گفتن که چه اتفاقاتی افتاده توی ایران تا الان و باعث و بانیش کی بوده. من به عنوان یه ایرانی فقط اینو میتونم بگم، نمیخوام تسلیت عرض بکنم به کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن، به اونا فقط من تو این موقعیت فکر میکنم باید تسلیت عرض بکنم به کل ایران، به خودم، به شما، مخصوصا به مجاهدین که غمخوار مردم ایران بودن همیشه تو این مدت. همیشه تو این مدت سعی کردن غم مردم ایران به همه گوش دنیا برسونن و از جون و زندگیشون گذاشتن برای اینکه بتونن مردم ایران به آزادی برسونن. این مدتی که من به اصطلاح مجاهدین رو شناختم، همیشه این غمخواریشون رو نسبت به مردم ایران دیدم، نسبت به خودم حتی دیدم، با اون احترامی که نسبت به مردم ایران دارن، درست در مقابل اینکه جمهوری اسلامی و این به اصطلاح تلویزیون‌های خارج، بی بی سی، نمیدونم این لس آنجلسیا صحبت از این میکنن که مردم ایران لیاقتشون همینه، نمیدونم مردم ایران اتحاد ندارن، یا به اصطلاح خیلی چیزایی که بی احترامی به مردم ایران کردن. در مقابلش این سیمای آزادی بوده، مجاهدین بودن، شورای ملی مقاومت بودن که اون جایگاه واقعی مردم ایران رو به اصطلاح همیشه در نظر داشتن که الان میبینیم. شما این اتفاقاتی که افتاده الان توی ایران، شما همبستگی مردم رو میبینید که خودشون چی کارا میکنن برای همدیگه. من از این لحاظ خیلی خوشحالم، ولی اگه طرف هم خب ناراحت این مسئله هستم. هر روز به روز، هر ساعت از ایران خبرهایی که میرسه، به اصطلاح فیلمهایی که نگاه میکنم میبینم، دستمون هم کوتاست. البته دستمون کوتاست که به اندازه خودمون، همونطوری که آقای منصور رجوی گفتن، خانم مریم رجوی گفتن، باید ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه با این قیام باشیم، بتونیم تلاش بکنیم که بتونیم این آخوندها رو حداقل از باز بداریم از این همه جنایتی که دارن میکنن. منم به نوبه خودم سعی کردم اینجا بتونم صدای مردم ایران باشم. البته خب زندگی های اینجا یه مقدار اون به اصطلاح وابستگی ها رو داره، ولی با این احوال از مجاهدین حداقل اینو من خودم یاد گرفتم که بتونم بیشتر بها بپردازم و بیشتر بتونم صدای مردم ایران باشم. و در آخر نمیخوام زیاد وقتتونه بگیرم، صدای من میاد یا من؟ بله بله، صدای شما خیلی خوب میاد، بفرمایید، خواهش میکنم. نمیخوام، فقط اینو خود من از مجاهدین یاد گرفتم که تضاد باید حل کرد، باید فقط تعریف دردها رو نباید یعنی فقط این نباید باشه، بتونیم راه حل باید داشته باشیم واسه مسئله. من فهم میکنم کرونا، از کرونا بدتر حاکمیت آخونده هند، خامنه ای خودشه، روحانیه، و تو این سیستم ما نه چپ داریم نه راست. ما مردم ایران همه باید ما همدیگه بلند بشیم، دست به دست همدیگه بدیم پشت این مقاومت و با مجاهدین،
بتونیم اینا رو از این به اصطلاح قدرتی که دارن از دستشون بگیریم و این قدرت رو به دست مردم ایران بسپاریم، بتونیم خودمون آینده خودمون رو درست بکنیم. من فکر میکنم تنها رایی که ما داریم فقط همینه که این کار انجام بدیم و بتونیم یه ایران آزاد، یه ایران خوب درست بکنیم که حداقل نسل‌های آینده وقتی به تاریخ نگاه میکنه، همونطوری که من الان خودم مثلا گواهی تاریخ رو شما نشون میدین توی سیمای آزادی در مورد مصدق، در مورد اتفاقاتی که اون موقع افتاده و اون وطن پرستایی که جونشون رو دادن، همیشه به جونش به یادشون هستم، جاودانه موندن واسه ما. نه اینکه حالا بگم ما بخوایم اونجوری جاودانه بمونیم مثل اونا، نمیتونیم، ولی حداقل نسل آینده نفرینمون نکنه، بتونیم یه کاری بکنیم که اگرم این مشکلات واسه مملکت پیش میاد بتونه به طور نرمال حل بشه. در آخر من خبرهایی که از ایران واسه میاد دردناکه. البته همه دوستان صحبت کردن، من از خانواده خودم خدا رو شکر هنوز کسی اینجوری به صلاح گرفتار این مسئله نشده، ولی میشنوم ازشون که توی خیابون مردم به مشکل میخورن و مریضن، میفتن، یا بیمارستانه که میرن وضعیت بیمارستانه طوری خرابه که به صلاح طاقت ندارن، وقتی میان خونه حالشون خیلی بد میشه در رابطه با مسئله کرونا که به صلاح این مسئله که میبینن. در آخر امیدوارم که هرچی زودتر بتونیم این آخونده رو سرنگون بکنیم و از اینجا به عنوان یه ایرانی به برادر مسعود، به خواهر مریم، به مجاهدین میگم، به عنوان یه ایرانی هوادار سازمان مجاهدین که حاضر هستیم برای سرنگون کردن این رژیم. خیلی ممنون، خسته نباشید، مرسی که این وقت به من دادید، امیدوارم که هرچه زودتر به این پیروزی برسیم. قربان شما. قربان شما مجید عزیز از هلند، خیلی ممنون از تماست و صحبت‌های بسیار بسیار زیبا و پراحساست. تصاویری رو هموطنان عزیز داریم با هم دیگه ببینیم، برنامه رو ادامه بدیم. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای، درود بر رجوی. خامنه ای، مرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از سنگ تو.